به هیچ وجه کار دستی نبوده. پارچه هایپولوما فسیکولاره امکان نداره. من یک بار برم، من الان تقریبا 20 سال نمونه برداری دارم انجام میدم از کل مناطق کشور. امکان نداره من یک بار برم کردستان و کرمانشاه این قارچ رو نبینم. قارچ کوپینوپس آتومانتریا همیشه هست، ولی امسال به طرز عجیبی رشد کردن اینا به دلیل شرایط اقلیمی. ببینید، من دیروز در گزارشی که خدمت وزارت بهداشت ارائه کردم یک آماری از میزان بارندگی استانهای ایران تهیه کرده بودم. چند تا استان نسبت به میانگین 50 سال گذشته افزایش بارندگی دارن؟ دقیقاً استانهایی که ما توشون مشکل مسمومیت داریم: کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و تا حد ایلام و کوکیلو. استانهایی هستند که در اینها افزایش میزان بارندگی در واقع خیلی فراتر از میانگین 50 سال بوده. یعنی در 50 سال گذشته در این استانها یه همچین بارندگی وجود نداشته. بنابراین وقتی میانگین 50 ساله رو رد میکنه، طبیعتاً رویش قارچ هم رد خواهد کرد این قضیه. بنابراین به هیچ چیز دیگه ارتباط نداره، فقط میزان بارندگی و شرایط اقلیمی. من عرض میکنم فقط بارندگی ملاک نیست، تعداد روزهای بارندگی برای ما خیلی مهمه. اگه این حجم بارون در یک هفته میومد این اتفاق نمیافتاد. تعداد روزهای بارندگی پس برای ما خیلی مهمه. از تقریبا 12 فروردین تا پریروز تا چند روز قبل کرمانشاه بارندگی داشته. تعداد روزهای بارندگی برای ما مهمه. تعداد مقدار دمای روز بعد بارندگی برای ما مهمه که این شرایط طوری امسال اصلا در واقع ارنج شده انگار برای رویش قارچ‌ها. و هر چند سال یک بار این اتفاق میفته. ما سال 85 این قضیه رو داشتیم. سال 85 طغیان قارچ‌های سمیر رو ما داشتیم. مرگ و میر در این حد بوده. ما 10 نفر 11 نفر در سال 85 مرگ و میر داشتیم. در این حد رسانه‌ای نشد، چون رسانه‌ها توجهی نکرده بودند. حداقل 600 نفر در سال 85 بستری شده بودند ولی توجه نشده بود. بنابراین این چیز عجیبی نیست. در سال 85 اتفاق افتاد، در سال 97 اتفاق افتاد، ممکنه در سال 98 هم اتفاق، ممکنه در پاییز امسال هم اتفاق بیفته. مسئله اینه که ما چجوری باید با این قضیه برخورد کنیم. خب اینجا هست که در واقع بحث توصیه‌ها و بحث پیشاگاهی پیش میاد. اولین قدم، اگه فرصتی هست من وارد چند بحث توصیه‌ها و پیشگیری. اولین قدم، ببینین این قارچ‌های سمی در طبیعت از نظر من قارچ‌شناس، منی که تمام این قارچ‌ها رو می‌شناسم و تا این تو این چند روزم دونه دونه اینا رو میکروسکوپی کردم، مجددا همه رو کار کردم و تقریبا 17 18 سال هست مرتبا اینا رو هی می‌بینم، ماکروسکوپی میکروسکوپی. خب برای من که این کارو می‌کنم باز در طبیعت مشکل هست تشخیص اینا. به هیچ وجه من این کارو نمی‌کنم. من تا الان عرض کردم تو این 20 سال یک بار نشده خودم در کوه قارچی رو بردارم در کنار یک نفر دیگه شروع کنم به تغذیه از این قارچ. با وجودی که تقریبا تمام قارچ‌های اینا رو می‌شناسم، بررسی کردم، می‌دونم به نوعی درگیر قارچ‌های تولیدی هم هستم، خب ولی هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. چرا؟ چون ریسک بزرگه. من تا آزمایشگاه وزیر میکروسکوپ این رو بررسی نکنم و نظر علمی و نهایی رو صادر نکنم، هیچ وقت اقدام تغذیه از این قارچ نمی کنم. برای که سلامتی خودم در میان است. هیچ وجه تمایزی بین قارچ‌های سمی و دارویی، قارچ‌های سمی و خوراکی در طبیعت وجود نداره، مگر اینکه این در آزمایشگاه توسط یک قارچ‌شناس متخصص این گروه از قارچ‌ها بررسی بشه. خب به هیچ وجه بل قابل بررسی نیست. متاسفانه یک سری اعتقادات هست که اینجا کارو خراب کرده، اعتقاداتی که عوام در این قضیه دخیل بودن. من در سال 88 یک کتاب تألیف کردم، قارچ‌های سمی ایران. در اون سال تقریبا 10 سال قبل، این کتاب تألیفش به 15 سال قبل برمیگرده ولی در سال 88 چاپ شد. در این کتاب من دقیقا پس از بحران سال 85 علائم تمام توصیه ها اینا رو آوردم. همون موقع من عرض کردم به نظرات عوام، نظرات مردم محلی و بومی توجه نشه. نظرات عوام این هست که قارچ رو اگه در شیر بجوشونین سمی نیست، همچین چیزی وجود نداره. نظر عوام این هست که اگه قارچ در روی چوب رشد کنه سمی نیست. این گونه کشنده گالرینا مارجیناتا قارچ چوبزی هست، روی چوب رشد میکنه ولی کشنده هست در ایران. بنابراین نظرات عوام از شیر، از جوشوندن، گرفتن نمیدونم قاشق نقره‌ای و چیزهای دیگه، یا اینکه تیغه داره تیغه نداره، به هیچ وجه به این مسائل در واقع توجه نباید بشه. من همون موقع به شدت تاکید کردم به این قضايا. در کتاب نوشتم که مردم توجه داشته باشین، الان از این به بعد میزان سفرهای مردم، میزان حضور در طبیعت مردم داره بیشتر میشه. اون موقع داشت بیشتر میشد، الان بیشتر شده. من اون موقع نوشتم مردم میرن در طبیعت، حواسشون باشه، یه همچین موردی داره پیش بینی میشه که متاسفانه از اون کتاب الان 10 سال میگذره و امسال این اتفاق افتاد. چرا؟ برای اینکه به توصیه هایی که اون موقع انجام شد در واقع توجهی نشد. همون موقع باید در واقع به این قضیه اهمیت داده میشد، اطلاع رسانی انجام میشد، نه اطلاع رسانی که الان داره انجام میشه. الان اطلاع رسانی که داره انجام میشه بیشتر کارو خراب کرد. یعنی در این 20 روز در این 20 روز اتفاقاتی که افتاد، من به نظرم نه تنها مسیر علمی و فنی این قضیه که در اختیار ما بود رو منحرف کرد،
بلکه دیروز در وزارت بهداشت به این قضیه تاکید شد، به شدت در واقع تنش‌زا شد این قضیه. تقریبا تمام تصاویری که در سایت‌های خبری و در خبرگزاری‌ها و حتی شبکه خبر منعکس شد، قارچ‌های خوراکی رو نشون می‌دادن، روشون می‌نوشتن قارچ‌های سمی قربانی می‌گیرد. خب ببینید، مردم وقتی دارن یک سایتی رو باز می‌کنن و می‌بینن قارچ‌های سمی قربانی می‌گیرد، عکس قارچ خوراکی هست، خب چه توقعی داریم ما از مردم؟ مردم ما دانشمند قارچ‌شناس نیستن. خب مردم ما هر چی می‌بینن ترس وجودشون رو می‌گیرن. همکارم با من تماس گرفته، آی دکتر من دوستم دخترم صبح پیتزای قارچ خورده، خانمم میگه انگار صورتش زرد شده، چه کارش کنیم اینو؟ گفتم هیچ، چه زندگیشو بکنه، پیتزای قارچ ربطی به این قضیه نداره، قارچ خوراکی ربطی به این قضیه نداره. من بنابراین عرض میکنم تمام گونه های قارچی درگیر در این پرونده رویت شده، شناسایی شده و همشون موجود هستن در آزمایشگاه در واقع مؤسسه گیاهپزشکی. پرونده ها همه ثبت شده، گزارش هم دیروز به شکل رسمی وزارت بهداشت ارائه شد. تمام گونه های سمی و نیمه سمی مشخصه، هیچ ارتباطی با قارچ خوراکی و مسائل دیگه وجود نداره. در واقع رسانه ها باید عرض میکنم قارچ های پرورشی کاملا موضوع جدایی. این یک قارچی هست به اسم گونه آگاریکوس فیسپوروس، قارچ دگمه ای هست. شما هر کاری کنین این قارچ سمی نخواهد شد، شما هر بلایی سر این قارچ در بیارین، این قارچ ذاتن، این قارچ ژنتیکن گونه فیسپوروس هست. اونی که من عرض کردم لفیوت و برونه این کارناتا گونه سمی هست، شما هر کاری کنین این گونه خوراکی نخواهد شد. خب بنابراین تمام اینها مشخصه، تمام اینها واضحه. من واقعا توقعم از رسانه‌ها اینه این بود که یه مقدار خیلی علمی با قضیه برخورد کنن. ببینین الان خب یه مقدار دیر شده از این قضیه، من توقع داشتم که رسانه‌ها به جای اینکه بیان در واقع به این قضیه بپردازن، از بعد علمی بیان، از طریق وزارت بهداشت اقدام وارد کنن، واردشن به این قضیه، از طریق وزارت کشاورزی واردشن به این قضیه. من در واقع مصاحبه‌ها رو می‌خوندم، برای من ارسال می‌شد، در واقع به منم گفتن که شما در واقع رسانه‌ها رو کنترل بکنین، ولی واقعا من هیچ کنترلی. بله خب من به عنوان کسی که درگیر در این پرونده هستم، مراجعه انجام شده از طریق شبکه‌ها؟ خب نه، اتفاقا دیروز اگه امکانش هست. بله ببین دیروز در واقع تو وزارت بهداشت و بعد اون جلسه وزارتخونه پرونده اومد در واقع در مورد قارچ‌های فله. حجت دادم من باز اونجا مطرح کردم، گفتم اگه موردی هست برای من ارسال کنید، اگه قارچ فله‌ای که مشکوک هستین به من ارسال کنید. هرچند که من خودم عرض می‌کنم در واقع تلنگری شد، کما اینکه این تلنگر به وزارت بهداشت وارد شد در مورد قارچ سمی، تلنگر به دفتر وزارت کشاورزی هم وارد شد، به انجمن هم وارد شد این تلنگر. از این به بعد باید خیلی اصولی حرکت کنیم. ما یه موردی به اسم قارچ‌های سمی داریم، بنابراین تلنگر چی هست؟ این تلنگر این هست که تولید ارزه فله قارچ‌های خوراکی رو متوقف بشه. دیروز بسته برای من قارچ فله ای ارسال شد، یعنی دیروز از که من صحبت کردم دیشب ساعت 1:30 نصف شب برای من قارچ فله ای رسید.